بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منكم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان و ان یأتوکم اسارا تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافر عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. در شمارش نعمی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل روا داشت، مسائل اخلاقی و فقهی و اجتماعی را هم مطرح میکند. بفرماید اینها هدایت‌های الهی بود که بر شما تنزل کرد و شما شاهد این هدایت‌های الهی بودید، مع ذلک به این هدایت‌ها مهتدی نشدید و راه نیافتید. ضمن این که به بنی اسرائیل هشدار میدهد، به مسلمین و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم اعلام می‌دارد که توقعتون را از یهودی‌ها کم کنید. اینکه در وسط جریان بنی اسرائیل آیه 75 را مطرح کرد، فرمود افتسمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله. این ناظر به آن است که شما طمع نداشته باشید که یهودی ها دین شما را بپذیرند، زیرا با موسی کریم سلام الله علیه از نظر نژاد متحد بودند و آیات بینه موسی کریم سلام الله علیه را از نزدیک مشاهده کردند، مع ذلک تحریف کردند. شما فقط دعوت به هدایت کنید، طمع نکنید که اگر چون که به ندای شما پاسخ ندادند یعتی دامنگیرتون بشود. اینها طبعشون همین است. در این کریمه فرمود و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم. ما از شما بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که خون یکدیگر رو نریزید. این جمله لا تسفکونه و همچنین لا تخرجونه خبری است که به دایه انشاء القا شده است و نفی است که کار نهی می کند. نظیر و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل که لا تعبدون الا الله، اون جمله لا تعبدون هم خبریه بود که مفید انشاء بود و نفیه بود که مفید نهی بود، و جمله خبریه که به دایی انشاء القا بشود آکد در انشاء است. یعیدو که به معنای عید باشد، اقوای از خود عید هست. در این تعبیر هم فرمود ما تعهد گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را تبعید نکنید. لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. دین باعث می شود که افراد متدین به اون دین یک واحد باشند. این که گفته شد انما المؤمنون اخوه، برای آن است که همه در تحت تدبیر یک پدر به نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سر می‌برند. و اگر حضرت فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، برای آن است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به منزله نفس وجود مبارک پیغمبر است. لذا امت فرزندان یک پدرند. چون فرزندان یک پدرند، قهرن با یکدیگر نسبت اخوت دارند. لذا فرمود انما المؤمنون اخوه. این اختصاصی به خاتم انبیا ندارد، بلکه هر پیغمبری به منزله پدر روحانی اون امت است و فرزندان او امتان او به منزله فرزندان اویند. قهرن در حکم برادران هم خواهند بود.
و یک خون در همه جاری است. لذا به بنی اسرائیل می‌فرماید شما خونهای خود را نریزید و خود را تبعید نکنید، چون شما بیگانه نیستید. اگر حقیقت انسان را دین او می‌سازد و همه شما دارای یک دینید، پس دارای یک حقیقتید. اگر کسی دیگری را کشت، مثل آن است که خود را کشته باشد، و اگر کسی دیگری را تبعید کرد، مثل آن است که خود را تبعید کرده باشد. لذا من از شما تعهد گرفتم که خود را نکشید و خود را تبعید نکنید. لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. اگر کسی را کشتید، در حقیقت خود را کشتید، و اگر کسی را تبعید کردید، خود را در حقیقت از شهر راندید. گذشته از این که این عمل موجب قصاص می شود و در قصاص خود قاتل از بین می رود و در نتیجه قتل او مثل آن است که قیام کرده باشد برای ریختن خون خود، گذشته از اون نکته، این نکته هم در بین هست. لذا در سوره مبارکه نور می فرماید وقتی شما وارد محافل شدید، بر خودتون سلام بکنید، یعنی اون که در مجلس نشسته است و شما هم که وارد مجلس شدید، جمعاً یک خون در شما جاری است، یک حقیقت در شما روان است. وقتی بر او سلام کردید، مثل آن است که بر خود سلام کردید. آیه 61 سوره نور این است که فإذا دخلتم بیوتاً فسلموا على انفسکم تحیّة من عند الله مبارکة طیبة. وقتی وارد خانه ایم شوید، بر خودتون سلام بکنید، یعنی وقتی دیگران حضور دارن، بر دیگران سلام کردید، بر خودتون سلام کردید. اون دیگران مسلمانن و مسلمانها برادر همن، چون فرزند یک پیغمبرن، از یک حقیقت نشأت گرفتن. صاحب محاسن برقی رضوان الله علیه در اون کتاب شریفش نقل میکند از معصوم علیه السلام که مؤمن ابوه نور و امه رحمه. مؤمن فرزند نور است و رحمت، یعنی پدر او نور است و مادر او رحمت، یعنی از یک عاطفه عقلی و از یک عقل عطوف خلق شده است. مؤمن ابوه نور و امه رحمه. اگر همه مؤمنین فرزندان عقل و رحمتند، اگر عقل رؤوفانه و رحمت عاقلانه بر همه مؤمنین سایه می افکند، پس اینا یک حقیقتن. لذا فرمود فإذا دخلتم بیوتاً فسلموا على انفسکم تحیّة من عند الله مبارکة طیبة. این یک تحیّت است، این یک درود است. سلام دعا نیست، درود است، کلام آدمی است. لذا در نماز کسی نمیتواند عمدن سلام بکند. اگه کسی عمدن سلام کرد، نمازش باطل است، چون کلام آدمی است، برخلاف دعا که انسان در صلات در هر حالی که باشد میتواند دعا کند. سلام درود است نه دعا، تحیت است نه دعا، کلام آدمی است، منتها در شرایط خاص جایز شد. فرمود به این که شما وقتی وارد میشوید، بر خودتون درود بفرستید. وقتی کسی در مجلس نشسته است، شما بر او سلام کردید، در حقیقت بر خود درود فرستادید، چون شما و اونها یک حقیقت را حیازت کردید و یک حقیقت در همه شما جاری است. این مصحح اطلاق کلمه انفس است بر این جامعه. در این کریم هم که فرمود ما از بنی اسرائیل تعهد گرفتیم که خونشون را نریزن و خودشون را تبعید نکنن، یعنی یک دیگر را نکشن و یک دیگر را تبعید نکنن. این یه اصل کلیست، نه مخصوص مسلمین است، نه مخصوص بنی اسرائیل، بلکه محور وحدت همون دین است. اگر رهبر الهی یکی بود، دین همه یکی بود، متدینین به اون دین به منزله یک نفسم و برادر هم خواهند بود. لذا مرحوم امین الاسلام طبرسی رضوان الله علیه اون حدیث معروف را در ذیل همین آیه نقل کرده است که مؤمنین به منزله یک پیکرن، و اگر
عضوی از اعضای این پیکر درد بیاید سایر اعضا آرام نمیگیرم، اون حدیث معروف را در ذیل همین آیه نقل کرد، یعنی آیه محل بحث سوره بقره. فرمود و از اخذنا میثاقکم که لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. این که خدای سبحان فرمود من میخواهم آدم در زمین خلق کنم، خلیفه خلق کنم، فرشتگان گفتن بین که اینا یسفکون دماء اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدای سبحان رد نکرد، نفرمود انسان این چنین نیستن، بلکه در طی این جریان ها تأیید کرد، فرمود انسان اگر اون هدایت های الهی نباشد طبعش این است، با اینکه هدایت های الهی آمده او اهل سفک دما و تبعید و امثال ذلک است، و اگر هدایت های الهی نمی بود چه می کرد؟ فرمود ما از شما تعهد گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از دیارتون تبعید نکنید، و شما هم اقرار کردید و شاهد بر اقرارم بودید، یعنی در تورات ما این مسائل را گفتیم و شما هم به تورات ایمان آوردید، پس ایمان آوردن به تورات عبارت از تعهد سپردن بود، و ما هم که تورات را بر شما نازل کردیم و ایمان را واجب کردیم از شما تعهد گرفتیم و شما شاهد این صحنه تعهدم بودید. ثم اقررتم و انتم تشهدون، این شهادت وقتی که مال نفس باشد در حد اقرار است، به منزله اقرار است و تأکید است، و اما شهادت اگر در باره غیر باشد معنی خاص خود را دارد. این که گاهی خدای سبحان فرمود که در قیامت نفس اونها علیه اونها شهادت میدهد، اونجا شهادت منزله اقرار در حقیقت، و شهدوا علی انفسهم، این شهادت بر نفس در حقیقت اقرار است. اونگاه فرمود ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، شما همون هایی بودید که بعد از تعهد سپردن شروع کردید به خونریزی و یک دیگر را کشتید و از دیارتون هم تبعید کردید، و تخرجون فریقا منکم من دیاره، گروهی از خود را که مظلوم بودن کشید و گروهی هم که محروم بودن اونا را تبعید کردید، در این کار تظاهر کردید، تظاهرون علیهم بر اثم و العدوان، تظاهر یعنی زهر هم شدن، زهیر هم شدن، پشتیبان هم شدن، پشت و پشت هم دادن و مانند آن. فرمود شما تظاهر کردید یعنی زهیر هم شدید، کمک هم شدید تا یه دیر رو بکشید و یه دیر تبعید بکنید، چون گفتن در مدینه اوس و خزرج زندگی میکرد که دو برادر بودن، فرزندان این برادر قبیله تشکیل دادن به نام قبیله اوس، و فرزندان اون برادر قبیله تشکیل دادن به نام قبیله خزرج، اینها در جاهلیت به سر می‌بردن و موحد نبودن و همیشه با عداوت و منازعه به سر می بردن. یهودی ها هم سه گروه بودن، اونا هم اختلاف داشتن، گاهی برای کوبیدن رقیب خود از اوس یا خزرج علیه خود یهودی ها استفاده می کردن، یعنی وقتی این قبیله از یهود می خواست اون قبیله از یهود را از بین ببرد، از اوس یا از خزرج که هم پیمانشون بودن در این گونه از مراسم ستم مدد می گرفتن. می فرماید شما تظاهر کردید یعنی ظهیر هم شدید، پشتیبان هم شدید تا بعضی را بکشید بعضی را تبعید کنید، و تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، یک وقت انسان خود دست به گناه می زند، یک وقت ظهیر دیگری می شود. خدای سبحان فرمود نه تنها شما حق ندارید دست به گناه دراز کنید، بلکه حق ندارید پشتیبان گناهکارم باشید. در سوره مبارکه مائده وقتی جریان تعاون بر خیر و نیکی را یاد می کند، تعاون بر اسم و عدوان را هم تحریم می کند. آیه 2 سوره مائده این است که فرمود
و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. هرگز کمک یک دیگر نباشید که معصیت و تعدی تحقق پیدا کند. در بیانات موسی کریم سلام الله علیه هست که میگوید ربه بما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین، پروردگارا به شکرانه این نعمتی که به من دادی من هرگز ظهیر مجرم نخواهم بود، پشتیبان مجرم نخواهم بود، از مجرم حمایت نخواهم کرد. اینم که در تمام نمازها ما عرض بکنیم خدایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یکی از این بارزترین انعمت علیهم همون موسی کریم سلام الله علیه است. موسی کریم میگوید ربه بما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین، پروردگارا به شکرانه این نعمتی که من دادی من هرگز پشتیبان مجرم نیستم. وقت ما هم در تمام نمازها این راه را از خدای سبحان مسئلت میکنیم، یعنی خدایا اون توفیق را ما بده که ما هرگز ظهیر مجرم نباشیم. بگویم ربه ما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. در این کریمه فرمود نه تنها شما حق ندارید معصیت و تعدی کنید، بلکه حق ندارید معین معصیت کار و متعدی باشید. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، قبلش فرمود و تعاونوا علی البر و التقوا، بعدم فرمود ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. این تعاون را هم تحریم کردن. در این کریمه فرمود شما تظاهر میکنید بر قتل و تبعید، یعنی ظهیر یک دیگر میشوید. تظاهرون علیهم، به زیان این محرومین که با قتل یا تبعید بر اونها ستم میکنید. تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که شما رو همون خوی عاطفی که دارید یا ملیتی که در شما هست، اگر یکی از همین تبعید شده ها یا یکی از همین افرادی که زیر سلطه شما قرار دارن به اسارت دیگران در آمدن و تا فدیه ندادن آزاد نمی شوند، شما حاضرید فدیه اونها رو بپردازید، فدای اونها رو بدید، اونها رو آزاد کنید. این کار را میکنید و از اون طرف از کشتن و تبعید کردن و تظاهر بر تبعید هم باکی ندارید، در حالی که هم تبعید کردن حرام است هم کشتن حرام است. شما میکشید و اینها را از دیار بیرون میکنید، ولی اگر اسیر شدن اونها را آزاد میکنید. خب آزاد کردن اسیر لازم است بر شما طبق دستور تورات، پرهیز از خون ریزی و تبعیدم لازم است بر شما طبق دستور تورات. شما اون چی که به میلتون است عمل میکنید، اون چی که به میلتون نیست عمل نمیکنید. معلوم میشود محور عمل میل است نه وحی. این که میبینید در بعضی از امور انسان مطابق با شریعت عمل میکند در بعضی از امور عمل نمیکند، برای اینکه اون امور رو مطابق به میل خود تشخیص داد. معلوم شد محور کار او میل اوست نه وحی الهی. در سوره نور یک قسمت از این مسائل را مطرح کرد و در سوره مؤمنون هم قسمت دیگر را. فرمود به اینکه شما بر محور میلتون عمل میکنید نه بر محور حق. اگر چیزی مطابق میلتون بود که میپذیرید و اگر چیزی مطابق میلتون نبود نمیپذیرید. سوره مبارکه نور آیه 47 به بعد این است که و اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. اگر محکمه رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا به نفع اینا حکم بکند میان، اگر به نفع اینا حکم نکند نمیان. معلوم میشود اینا تابع هوای نه تابع حق. افی قروبه هم مرزون امرتابو ام یخافونن یهیف الله علیهم و رسولو بل اولئک هم الظالمون.
اگر به نفع اونها باشد میان، اگر به ضررشون باشد نمیان. این معلوم میشه تابع وحی نیستن، تابع میلن. در این کریمه میفرما چیزی که مطابق میل شماست انجام میدید، چیزی هم که مطابق میل شما نیست انجام نمیدید. این که میگوین نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، در حقیقت کافر محضن، نه این که در همون اون بعض مصاب باشن. اگر کسی گفت نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، چرا کافر است؟ برای این که به اون بعض هم در حقیقت ایمان نیاورده. به اون بعضی که مؤمن است چون مطابق با میل اوست ایمان آورده. پس معلوم میشود اساس میل اوست، نه حق و نه وحی. اگر کسی گفت نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، او کافر محض است. این نظیر معصیت نیست که بعضی از کارها را بکند بعضی از کارها را نکند. اگر کسی بعضی از معاصی را مرتکب بشود، بعضی از اطاعات را مرتکب بشود، این جزء کسانی است که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، این در قیامت حسابی دارد و امید نجات هست. ولی اگر کسی بگوید ما این بخش از اسلام را قبول داریم، اون بخش از اسلام را قبول نداریم، این کافر محض است. چرا؟ چون معلوم میشود اون چرا که قبول ندارد از اون جهت است که مطابق با تشخیص او نیست، و اون چرا که قبول دارد مطابق با تشخیص خودش میداند. پس محور پذیرش او تشخیص خود اوست، یعنی او به نظر خود احترام میگذارد نه به وحی. وحی را بر نظر خود عرضه میکند. اگر مطابق با تشخیص او شد صحیح است و الا نه. پس اساس پذیرش او نظر خود اوست نه وحی الهی. این همون بیان مبارک است ائمه سلام الله علیه است که این گروه عطف الهدى علی الهوى، ولی اهل بیت علیهم السلام عطف الهوى علی الهدى. این گروه کسانی هستند که هدایت الهی را بر هوای خود منعطف میکنن، عرضه میکنن. و اما معصومین علیهم السلام خواسته ها را بر هدایت الهی عرضه میکنن. اگر کسی بگوید این شی چون مطابق با تشخیص من هست من میپذیرم، و اون بخش دیگر قرآن چون مطابق با تشخیص من نیست من نمیپذیرم، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، بازگشتش به این است که اساس پذیرش تشخیص خود اوست، لذا این هم کافر است. فرمود شما چیزی که مطابق میلتون است میپذیرید، به چیزی که مطابق ما میل نیست نمیپذیرید. به این یعتوکم اصحارا تفادوهم، اگر همین طبقه محروب چونها را از دیارتون خارج کردید، اگر اسیر بشوند، به این یعتو همین گروهی که مظلومن اصحارا بیایند اسیر بشون، تفادوهم، شما فدیه میدید با فدیه اینا را آزاد. خب مگر بیرون کردن و تبعید کردن اینا حرام نبود؟ کشتن که حرام است، تبعید که حرام است، تظاهر بر تبعید هم که حرام است. از این محرمات باکی ندارید. و اما هنگام فدیه دادن و آزاد کردن اونگاه اقدام میکنید. و هو محرم علیکم اخراجکم، این هوا به اون مطلبی برمیگردد که این اخراج او رو تفسیر میکند، یعنی اخراجشون که بر شما حرام بود، الان که اسیر شدن حالا فدیه میدید آزادشون میکنید. افتؤمنون به بعض الکتابه و تکفرون به بعض، اگر این حکم دوم را به تورات استناد میدید، خب حکم اولم در تورات هست. اگر فدیه دادن و اسیر پس گرفتن لازم است، خب تبعید اونها، بیرون کردن اونها از دیارشون هم حرام است. چرا اون حرام را مرتکب می شوید و این کار را هم ترک نمی کنید؟ افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، این در حقیقت بازگشتش به نپذیرفتن وحی است. اون گفت فمود فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامه، این گروه هم در دنیا رسوا خواهند شد هم در آخرت مفتزه خواهند شد. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامه یردون الى اشد العذاب، در قیامت هم به عذاب دردناکتر از عذاب دنیا دچار خواهند شد، که هم اونجا خزی است و هم عذاب جهنم. و ما الله بغافل عما تعملون،
این نیرنگ های شما مقفول خدای سبحان نیست، خدا از اینا غافل نیست. اونگاه می فرما سر این که شما دست به این کار زدید، احیانا با اوس و خزرج می سازید، این گروه با قبیله اوس می سازن، اون گروه با قبیله خزرج می سازن، یا با یک دیگر تظاهر می کنید و می سازید و این طبقه محروم رو یا می کشید یا تبعید می کنید. سرش آن است که شما دنیا را خریدید و آخرت را فروختید. اساس کار یهودیت همون دنیا طلبی. امروز هم همون خطر هست. همون اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. آخرتی که سرمایه اساسی بود و فطرت همون را میطلبید، اون را فروختن و دنیا خریدن. اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. اون کالای ابدی را دادن و این متاع زود گذر را خریدن. در باره همین گروه هست گاهی می فهمد فما ربح تجارتهم، گاهی می فهمد به این که بد داد و ستتی کردن، و در این کریم می فهمد فلا یخففو عنهم العذاب و ولا هم یندرو. اینها نه تنها گرفتار عذابن، اون شدت عذاب هم اینها را رها نمی کند. در این کریم می فهمد اینها به شد عذاب مبتلا می شود. بعد می فهمد به این که این شدت خفت نمی یابد. اونها جهنمی ها در قیامت از خدای سبحان مسئلت میکنن که خفف عنا یوما من العذاب. به مسئولین جهنم میگوین از خدایت بخواه که یخفف عنا یوما من العذاب، یک چند لحظه تخفیف بده از شدتش بکاهد. اینها از خلاص ناامیدن که از جهنم بیرون برون، مسئلت میکنن که از شدتش بکاهد. سوال میکنن میگوین از خدا بخواه که یخفف عنا یوما من العذاب. جواب میاد که لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرو. جا برای خفت نیست، چون قلوبشون قاسیه بود، معصیتشون شدید بود، عذابشون شدید است. اون معصیت خفیف است که عذاب خفیف دارد. و اگر احیانا گاهی در دنیا میخواستن در اون معصیت خفت روا بدارن، اون معصیت های شدید را ترک کنن، دوباره مبتلا می شدن به معصیت های شدید. در قیامت هم همین صحنه ظهور می کند. می فهمد کل ما خبت زدنا هم سعیرا. تا آتش جهنم می رود خاموش می شود یا افسرده می شود، باز سعیر است و افروخته است و اشتعال. اینها که گرفتار گناهان شدید بودن، عذاب اینا هم تخفیف پیدا نمی کند. فلا یخفف عنهم العذاب. و در قیامت گرچه شفاعت هست، ولی اینا هم مشمول شفاعت نیستن. اضافه بود ولا هم ینصرو. پس نه عذابی که مربوط به خود اون هست خفت بسیر است، نه به وسیله شفاعت شافعین اینا از نصرت برخوردارن. اینا همون گروهی هست که فما تلفوهم شفاعت الشافعین. گاهی می فرماد شفاعت شافعین به هارینا نافه نیست، گاهی هم می فرماد بین که نه از نصرت رأسن محرومند. والحمد لله رب العالمین.